سلام بر شما به برنامه ایران و جهان در هفته که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیروزی هستم. در این برنامه به بحران یمن میپردازم و ابعاد مختلف آن را به بحث میگذارم با مهمانم دکتر حسن هاشمیان، کارشناس مسائل عرب. با ما همراه باشید. یک روز پس از آنکه عربستان سعودی اعلام کرد به حملات هوایی گسترده پایان می‌دهد، جنگنده‌هایش دوباره مواضع حوثی‌ها را هدف قرار دادند. حالا همزمان با عملیات نظامی سخنگوی ائتلاف اعلام کرده، از این پس عملیاتی با عنوان بازگرداندن امید انجام می‌شود که هدف آن مبارزه با تروریسم، حفاظت از غیر نظامیان و افزایش ارسال کمک‌های بشردوستانه است. اینها همه در حالی است که نگرانی‌های بین‌المللی از مداخله ایران در بحران یمن رو به افزایش است. گفته می‌شود چند فروند کشتی ایران که حامل سلاح‌های پیشرفته هستند، راهی آب‌های یمن شدند. اقدامی که خشم مقامات نظامی آمریکایی را برانگیخت. واشنگتن که به تازگی چند فروند ناو از جمله ناو روزولت را به خلیج عدن اعزام کرده، به تهران هشدار داده که با ارسال تسلیحات به بالا گرفتن شعله‌های آتش در یمن دامن نزند. چرا جمهوری اسلامی ایران که از راه حل سیاسی در بحران یمن دفاع می‌کند، همچنان به ارسال سلاح و مهمات به این کشور ادامه می‌دهد؟ ادامه دخالت تهران در بحران یمن، جنگ در این کشور را به چه سمت و سوی هدایت می کند؟ و آیا عربستان سعودی و نیروهای ائتلاف به اهداف خود از عملیات طوفان قاطع دست یافتند؟ این پرسش ها را با مهمانم دکتر حسن هاشمیان، کارشناس مسائل عرب که از استانبول ترکیه با ما همراه هستند، در میان می گذارم. درود بر شما و خوش آمدید به برنامه. درود بر شما و بر بینندگان تلویزیون ایران فردا. آقای دکتر، تنها پس از چند ساعت علیرغم اینکه ریاض اعلام کرد که به عملیات نظامیش علیه مواضع حوثیان در یمن خاتمه میده، این عملیات دوباره از سر گرفته شد. این در حالی است که سخنگوی نیروی ائتلاف گفته بود که اهداف اصلی نظامی محقق شدند. اگر اهداف نیروهای ائتلاف محقق شدند، چرا این عملیات از سر گرفته شد؟ ببینید، ائتلاف رهبری عربستان واقعا قصد داشتن که به این عملیات، اگر واقعا حوثی ها تمایل به یک فرایند سیاسی دارن و اونطور که واسطه ها به عربستان و همچنین کشورهای دیگه اعلام کردن، حتما عربستان این عملیات رو قطع میکرد. منتها با قطع این عملیات، حوثی ها از سه محور شهر عدن حمله کردن متاسفانه و مراکز مسکونی این شهر را با تانک‌ها و توپخانه خودشون هدف قرار دادن. در واقع جمهوری اسلامی و آقای علی خامنه‌ای و بوق‌های تبلیغاتی متعلق به ایشون که در هفته‌های گذشته تلاش می‌کردن کشورهای دیگر رو به عنوان جنگ طلب معرفی کنن، الان برای همه دنیا مشخص شده که کی می‌خواد جنگ رو ادامه بده، چه کسی جنگ طلبه و چه کسی به دروغ صحبت از صلح می‌کنه، ولی وقتی که حملات قطع میشه دوباره نیروهای حوثی رو وامی داره که به شهرها حمله کنن، زنان و کودکان را زیر توپخانه خودشون قرار بدن و به این شکل در واقع ادامه جنگ رو دامن بزنن. من معتقدم که عربستان راهی نداره جز اینکه همین حملات را ادامه بده برای متوقف کردن پیشروی حوثی ها، و اگر واقعا ایران و حوثی ها متمایل به اکراه حل صلح هستن، به طوری که حوثی ها به عنوان یک حزب سیاسی فعال در صحنه یمن ظاهر بشه و نه یک حزب پادگانی مسلح که با دور اسلحه میخواد بر خودش رو بر دیگران تحمیل کنه، راه حل سیاسی وجود داره و امکان انجام آن وجود داره. منتها
نیت و اهداف ولی فقیه در منطقه مشخص جز از طریق توسعه و به تصرف در آوردن شهرها و مراکز مهم فکر میکنه که سیاستش در منطقه پیش نمیره، همونطور که با ملت ایران رفتار کرد. در واقع ملت ایران رو به عنوان یک شهروند قبول نمیکنه، به عنوان برده ای که تحت ظلم و ستم اونها قرار داره، بایستی کاملا مطیع ولی فقیه باشن. همین کار رو حوثی ها میخوان با مردم یمن انجام بدن، بایستی کاملا مطیع اونها و به شکل برده در برابر حوثی ها قرار بگیرن و هر چه این حوثی ها بخوان باید انجام بدن. به موضوع درخواست گفتگو از سوی حوثی ها اشاره کردید و به نقش ایران در بحران یمن، به این دو موضوع میپردازیم. اما ریاض اعلام کرده که عملیات جدیدی رو به نام احیای امید آغاز کرده. این عملیات بر چه محورهایی تمرکز داره و اساساً چه شد که عربستان تغییر تاکتیک داد؟ عربستان اهداف نظامی که تعیین کرده بود حدود 80% به اونها رسید. در واقع موشک های دوربردی که حوثی ها در اختیار داشتن و از اون طریق آقای پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران مرکز ریاض رو تهدید میکرد و عربستانی ها رو تهدید میکرد، دیگه این تهدید امکان عملی وجود نداره. از اون سو یمن الان در محاصره هوایی، دریایی و زمینی قرار داره و این تا وقتی که حوثی ها تسلیم به راه حل سیاسی نشن این محاصره ادامه پیدا خواهد کرد. منتها چند کشور هم واسطه شدن برای راه حل سیاسی و عربستان برای حسن نیت به این کشورها این راه حل رو قبول کرده و یک فرصت داده هم به ایران و هم حوثی ها. از جمله کشورهایی مثل اندونزی و یا پادشاهی عمان واسطه شدن، طرحهایی رو مطرح کردن. مثلا سلطنت عمان حدود 7 بند رو در طرح خودش گنجانده که مهمترینش هست در واقع واگذاری اسلحه حوثی ها و روی آوردن به انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری. و اگر واقعا حوثی ها مدعی هستند که در یمن طرفدار زیاد دارن، خب لازم نیست که از طریق توپ و تانک و اسلحه آقای عبدرب و منصور رو برکنار کنن. بهترین راه اینه که همون طرفدارانشون بیان به اینها رأی بدن و ایشون رو برکنار کنن. الان تمام کشورها، تمام دنیا، تمام کشورهای خلیج فارس، همینطور قطعنامه های شورای امنیت بر این راه حل سیاسی تاکید میکنن. منتها حوثی ها یک طرح و یک برنامه مشخصی دارن که این طرح و برنامه رو در تهران فرماندهان سپاه برای اینها طراحی میکنن و اینها میخوان در یمن عمل کنن. یک معادله منطقه‌ای وجود داره، ایران مایله که از طریق یمن بر عربستان و کشورهای منطقه فشار وارد بیاره، میخواد از طریق تصرف باب المندب بر مصر فشار وارد بیاره. به همین خاطر این سیاست‌های کوری که جمهوری اسلامی در منطقه داره دامن میزنه تمام بلای منطقه و زیر تمام منشأ کارهایی است که این حوثی ها دارن در منطقه انجام میدن. پس با این حساب میشه گفت که عربستان همزمان داره دو استراتژی ادامه عملیات نظامی و همچنین پیگیری راه حل های سیاسی رو همزمان به صورت موازی داره پیش میبره، اینطور نیست؟ کاملا درست. عربستان میخواد بگه که کشور جنگ طلبی نیست و حسن نیت داره و اگر دیگران واقعا ملتزم و متعهد به راه حل سیاسی هست، جلوی راه حل سیاسی سنگ اندازی نمی کنه و اینو با عمل داره نشون میده. منتها این جمهوری اسلامی، جمهوری ولی فقیه که خودشو ملتزم به کارهای سیاسی نمیدونه، میخواد از طریق زور و اسلحه و اوضاع سیاسی یمن رو تغییر بده و از اون طرف بگه که کشورهای عربی و 4 تا پایتخت عربی رو تصرف کرده و بتونه معادله سیاسی منطقه خودش رو دامن بزنه. منتها این موضوع هم برای ملت ایران هم برای ملت‌های منطقه هزینه های خیلی سنگینی خواهد داشت، بخصوص ملت ایران در این صحرای یمن، در بیابان‌ها و کوهستان‌های یمن هزینه خیلی زیادی خواهد داشت، چون که این کشور یک کشور فقیریه، حدود 72% مردم آن زیر خط فقر به سر می‌برند
حتی آب کشاورزی هم برای کشاورزی خودشون ندارن. 42% آب کشاورزی این کشور صرف کشت ماده مخدری به نام قات میشه که اتفاقا مرکز این ماده مخدر در سعده، یعنی همون شهری که حوسی ها و آقای عبدالملک حوسی اونجا رو مقر خودشون قرار دادن. بایستی حتی غذای سربازان حوسی که در جنگ الان مشغول هستن رو ملت ایران پرداخت کنه، ملت ایران بفرسته، ولی فقیه آمده برای اونها آشپزخانه های صحرایی درست کرده. به همین خاطر ملت ایران بایستی هزینه خیلی سنگین و بیهودهی برای یک تعدادی از گرسنگان یمنی، اون هم با یک اهداف واهی و نامشخص که میخوان مثلا قدرت رو در این کشور به دست بگیرن، در حالی که راه حل سیاسی در برابر اونها واضح مشخصه. به اونها گفتن که شما اگر یک حزب سیاسی هستید و طرفداران شما هم از شما پشتیبانی میکنن، شما وارد انتخابات بشین، وارد فرایند سیاسی بشین. منتها اینها نمیخوان به این شکل عمل کنن، فکر میکنن که اسلحه دارن، قدرتشون برتره و میخوان دیگران رو از طریق این اسلحه در واقع به زانو در بیارن. به نقش ایران برمیگردیم در بحران یمن، اما علیرغم عملیات نظامی علیه مواضع حوثیان توسط نیروهای ائتلاف و عربستان، پیشروی حوثیان همچنان ادامه داشته. حالا این پرسش مطرح هستش که قطع عملیات هوایی عربستان علیه مواضع حوثیان موقعیت اونها رو در چه وضعیتی قرار خواهد داد؟ آیا اونها رو در موضع برتر قرار نخواهد داد؟ نه، ببینید، حوثی ها قبل از ورود ائتلاف عربستان به جنگ یمن دست بالا رو داشتن. ما داشتن میرفتن که عدن رو بگیرن یا سنر، ما داشتن باب المندب رو میگرفتن. تمام شهرهایی که گرفته بودن هیچ مشکلی نداشتن، در تعز قامت مردمی در برابر آنها نبود، در معرب هم همینطور، در شهرهای دیگه لهج و شهرهای دیگه هیچ مقاومتی در برابر اونها نبود. تمام شهرها کاملا مطیع اونها شده بود، به تصرف اونها در آمد. وقتی که این عملیات شکل گرفت، حرکت اونها به سوی عدن متوقف شد، باب المندب که دیگه اصلا از بین رفت، ولی در تمام شهرهایی که تصرف کرده بودن، حتی در صنعا، مقاومت مردمی بر علیه اونها عملیات انجام. الان در تعز بخش وسیعی از تعز در اختیار مقاومت مردمیه. در معرب مردم یمن تا 60 کیلومتری صنعا رسیدن. بنابراین وضعیت حوثی ها در جبهه های جنگ اونطور که قبل از ائتلاف اصلا نیست، کاملا تغییر پیدا کرده. در ضمن خطوط ارتباطیشون کاملا با هم قطع شده، فرماندهیشون هیچ تسلطی بر عملیات واحدهای خودش نداره. و این بحثی که الان مطرح میکنه که عملیات تا اینجا متوقف شده، به محض اینکه نیروهای حوثی تحرکی از خودشون نشون بدن، باز هم اونها رو بمباران میکنن. بنابراین تا وقتی که در واقع حفره های خودشون هستن، در سوراخ هایی که مخفی شدن باقی موندن، کاری بهشون ندارن، ولی وقتی آمدن بیرون مورد حمله قرار میگیرن. بنابراین تنها راهی که دارن این که بایستی فرایند سیاسی رو بپذیرن. و من هم به شما اطمینان میگم که اگر این وضع به این شکل باقی بمونه و ایران نتونه به اونها اسلحه یا کمک های لازم رو که قبلا میکرد به اونها برسونه، حوثی ها تا 2-3 ماه دیگه کاملا تسلیم میشن. با این حساب، منتقدین عملیات نظامی عربستان در یمن معتقد هستند که این حملات کمکی به بهبود وضعیت یمن نکرده و حتی وضعیت یمن را هم بحرانی تر کرده. آیا با این تحلیل موافقید؟ ببینید، وضعیت یمن بحرانی بوده. اولا 33 سال دیکتاتوری داشته آقای علی عبدالله صالح، این کشور را به فلاکت در آورده، کشاورزیش را از بین برده، بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همیشه یمن را در بر گرفت. این بحران هم با آمدن حوثی ها و متحد شدن اینها با آقای علی عبدالله صالح، و جالب این که انقلابی که در سال 2011 صورت گرفت، امتیازات بیشماری در اختیار حوثی ها قرار داد. منتها اینا گروه های نمک نشناسی بودن که آمدن این انقلاب رو در واقع در برابرش ایستادن
و با رئیس جمهوری که علیهش انقلاب شده، یعنی علی عبدالله صالح، اینا هم پیمان شدن. و این جمهوری اسلامی که ادعا میکنه همیشه مدافع مردم و مدافع انقلاب های مردمیه، ببینید چگونه رفته متحد یک دیکتاتوری شده که علیهش انقلاب شده. و این یکی از دروغ های بزرگ ولی فقیه در منطقه را برملا میکنه. منتها بعد از اینکه حمله عربستان صورت گرفت، در واقع استراتژی مشخصی در منطقه پیدا شد. در برابر حوثی‌ها الان دو راه است: یا این وضعیت را ادامه بدن یا بایستی تسلیم بشن. به اعتقاد من تا زمان زیادی هم نمیتونن این وضعیت را ادامه بدن و هم مهماتشون، هم آذوقه‌شون، هم اون کمک‌های لوجستیکیشون از بین میره. بنابراین اینا مجبورن که به فرایند سیاسی روی بیارن. قبلا فرایند سیاسی مطرح شده بود. آقای عبدالرب منصور بارها با حوثی‌ها بر سر موضوع فرایند سیاسی مذاکره داشته. یک پیمانی تحت عنوان مشارکت و صلح با آنها امضا کرده. سازمان ملل هم اونجا بوده. آقای جمال بن عمر هم اونجا بوده، با حوثی‌ها مذاکره می‌کرده. اما حوثی‌ها هیچ وقت این درخواست هایی که از اونها برای فرایند سیاسی میشد نپذیرفتن، چون که فکر میکردن اسلحه در دست اونهاست و هیچ قدرتی در برابر اونها نمیتونه بیسته. الان که این عملیات طوفان قاطعی از صورت گرفته، در واقع میتونه یک ضمانتی برای موضوع فرایند سیاسی باشه. میتونه در برابر حوثی ها و ولی فقیه ایران بیسته و آنها را مجبور کنه که پای میز مذاکره بیان. همینطور که الان 9 تا از اعضای حزب آقای علی عبدالله صالح به ریاض آمدن و دارن مذاکره میکنن، در حالی که در گذشته اینها حاضر نبودن به ریاض بیان و مذاکره کنن. بنابراین در نهایت حوثی ها مجبور میشن که بیان و مذاکره کنن و جز فرایند سیاسی یمن راه حل دیگه ای ندار. به فرایند سیاسی اشاره کردید. گفته میشه که کشور عمان به درخواست ایران وارد وساطت و میانجیگری شده. آقای امیر عبداللهیان یک روز پیش از توقف عملیات نیروهای ائتلاف رهبری عربستان اعلام کردش که به زودی این عملیات متوقف میشه. آیا میتونیم بگیم که توقف عملیات نظامی محصول تلاش های جمهوری اسلامی بوده؟ ببینید، جمهوری اسلامی این وضعیتی که الان داره منافق بودن و نفاق خودش را داره نشون میده. وقتی که آقای امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه میاد صحبت میکنه که به زودی آتش بس صورت میگیره، یعنی اینها کاملا در جریان مذاکرات هستن و بخشی از مذاکرات هستن. علی رغم تمام شعارهایی که فرماندهان سپاه در مورد فتح کشورها و نابود کردن دیگران مطرح میکنن، ولی جمهوری اسلامی و وزارت خارجه ایران مشغول گفتگو بر سر فرایند سیاسی بودن و تعهدات زیادی هم در این زمینه داده. منتها آقای خامنه ای و فرماندهان سپاه در حال حاضر دارن به ظاهر مطرح میکنن که حوثی ها تحت تبعیت اونها نیستن. به همین خاطر برای اثبات این مسئله ظاهری به حوثی ها گفتن که شما به کاراتون ادامه بدید، به حملاتتون ادامه بدید، بعد ما میگیم که اینا تحت کنترل ما نیستن. در واقع اینها کاملا تحت کنترل آقای علی خامنه ای فرماندهان سپاه هستن. حتی من معتقدم که خامنه ای نه فقط به عربستانی ها و کشورهای دیگه داره خیانت میکنه در مورد این مذاکرات، بلکه داره به حسن روحانی و جواد ظریف که این مذاکرات را پذیرفتن و در شرکت کردن هم دارن به اونها خیانت میکنن. در واقع من میخوام به همین موضوع اشاره کنم، تضادهایی که در سیاست‌ها و دیپلماسی ایران وجود داره. در حالی که ایران از راه حل سیاسی برای حل بحران یمن دفاع میکنه، همزمان داره به یمن سلاح و تجهیزات نظامی ارسال میکنه. ادامه این وضعیت بحران یمن رو به کدام سمت و سو هدایت میکنه؟ ببینید، نه عربستان، نه آمریکا، نه کشورهای منطقه، نه دنیا به آقای علی خامنه‌ای هیچ وقت اجازه نخواهند داد که مثلا به باب المندب برسد، یا بهش هیچ وقت اجازه نخواهند که عدن را تصرف کنه. بنابراین
این که ایشون بیاد این اصرار رو داشته باشه، حوثی ها رو تقویت کنه، سلاح براشون بفرسته، این یک سراب برای آقای خامنه ای. خامنه ای باید بفهمه که در یمن نمیتونه این کارو بکنه. منافع کشورهای منطقه در یمن فراتر از توان علی خامنه ای. بنابراین راهی جز فرایند سیاسی و اینکه حوثی ها به شکل یک حزب سیاسی بایستی در بیان، به این شکل راه دیگه ای وجود نداره. منتها اگر به تاریخ جمهوری اسلامی نگاه کنیم، به تاریخ کارهای ولی فقیه نگاه کنیم، این ولی فقیه که به زور با زور اسلحه بر ملت ایران حاکم شده، هرگز فرایند منطقی برای اداره امور کشور و اداره امور در خارج از کشور ایران اصلا نداشته. اینقدر مسیر رو اشتباه میره، ملت ایران هزینه ها رو میدن و در نهایت وقتی که همه چی خراب میشه میان برمیگردن، مثل ادامه جنگ یا پرونده هسته‌ای و الان دخالت هایی که تو این منطقه داره صورت میگیره. بنابراین راه حل منطقی در منطقه و یمن اینه که آقای علی خامنه‌ای دست از کشورگشای خودش برداره و در واقع به فرایند صلحی که الان مطرح شده پایبند باشه. در غیر این صورت آینده حوثی‌ها و آینده علی خامنه‌ای از وضعی که الان هست بدتر خواهد شد. من میخوام به گفته های سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه اشاره کنم. ایشون گفتن که همه گزینه ها در یمن برای مقابله با تجاوزات سعودی باز است، زیرا انصار الله به تجهیزات موشکی دوربرد مجهز است. اطلاع دقیق مقامات ایرانی از توان نظامی انصار الله در یمن چه تفسیری داره؟ تفسیرش اینه که اینها کاملا در ریز و درشت یمن وارد میشن، اطلاعات کامل دارن، هماهنگن. ببینید یک هیئتی به رهبری آقای صالح صماد آمد ایران و همینطور آقای محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی‌ها و سخنگوی همین انصار الله. وزارت خارجه ایران اطلاع نداشت که این هیئت حوثی آمده ایران مگر اون روزی که اینها رسیدن به تهران. این آقای پاسداری که به این شکل داره حرف میزنه در تمام جزئیات در واقع با حوثی ها هماهنگ میکنه، ولی وزارت خارجه ایران که الان داره پیشنهاد صلح میده، در واقع طرح نمیدونم آتش بس میده، از جزئیات سری بین سپاه و بین حوثی ها اطلاع نداره. این صحبت هایی که سلامی به این شکل داره مطرح میکنه نشون میده که در تمام جزئیات موجود در یمن دخالت دارن و نشون میده که این موشک ها را خودشون در اختیار این حوثی ها قرار دادن، چون که در گذشته آقای علی عبدالله صالح درست منظومه ارتش و امثال اینا داشته، ولی موشک های دوربردی به این شکل در اختیار نداشته. حوثی ها هم نیامدن از زیر زمین اینها را کاشتن و در آوردن. بنابراین اینها توسط جمهوری اسلامی در اختیار حوثی ها قرار دادن. قضیه موشک ها بزرگترین دلیلی است که جمهوری اسلامی به طور مستقیم در یمن دخالت میکنه. منتها این سر و صدایی که در تهران میشنوین به خاطر اینه که حمله طوفان قاطعیت موجب شد که بخش زیادی از این موشک ها نابود بشن. اینها قبلا تهدید کردن که ریاض و جده و غیره رو بمباران خواهند کرد، ولی وقتی که این موشک ها هدف قرار گرفت توان اونها آمد پایین. الان که بحث به این شکل داره مطرح میکنه، اینها دارن تلاش میکنن که دوباره موشک ها رو برای حوثی ها بفرستن. کشتی هایی که الان دارن میرن از سوی ایران میرن به سوی یمن در واقع ممکنه حامل همین مسئله باشه. به همین خاطر آمریکا هم شدیداً به اونها هشدار داده و تمام این کشتی ها تحت تعقیب در واقع نیروهای بین المللی و نیروهای ائتلاف عربستان هستن. در همین زمینه هم بایستی گفت که ایران میتونه از طریق قاچاق کردن اسلحه این اسلحه را به حوثی ها برسونه. یعنی یکی از مسائلی که در منطقه وجود داره این که از طریق دسته های دزدان دریایی بتونن این موشک ها را برسونن به حوثی ها. این یکی از راههایی که جمهوری اسلامی در پیش خودش داره. به هر حال همونطور که شما اشاره کردید، منطقه بسیار ملتهبه و رقابت زیادی میان ایران و عربستان در جریانه. اما سرتیپ احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش هم در یک اظهار نظری گفته بود با جنگ های نیابتی روبرو هستیم و باید خودمون رو برای ورود به این فضا آماده کنیم. آیا این گفته به معنای رودررویی ایران و عربستان در منطقه است؟
ایران هم اکنون داره جنگ نیابتی میکنه. چه کسی از بشار اسد در سوریه داره حمایت میکنه؟ چه کسی حدود 17 میلیارد دلار از پول ملت ایران رو در اختیار بشار اسد قرار داده؟ و چه کسی اسلحه و مهمات در اختیار بشار اسد قرار میده؟ در واقع روس‌ها اسلحه رو میفرستن ولی پولش رو ایران میده. جنگ نیابتی در لبنان وجود دارد. آقای حسن نصرالله عامل ولی فقیه در لبنان این کشور رو بلوک کرده الان. نمیذاره رئیس جمهور درش انتخاب بشه. نمیذاره فرایند سیاسی باز بشه. یک حزب مسلحی که ملت لبنان رو اسیر خودش کرده و از اون طرف وارد جبهه جنگ سوریه شده. جنگ نیابتی در عراق وجود دارد. البته دم ولی فقیه در عراق بریده شده چون که آقای حیدر عبادی کاملا همانند نوری مالکی تابع سیاست های ولی فقیه نیست و به همین خاطر ایران با صرف هزینه های خیلی سنگین در سازمان دادن به این شبه نظامیان شیعه ولی بهش اجازه ندادن در تکریت وارد بشه. در جنگ آینده موصل هم بهش اجازه نخواهند داد وارد موصل بشه. جنگ نیابتی هم در یمن وجود داره. حوثی ها رو کی هدایت میکنه؟ کی کمکشون میکنه؟ مثلا اگر حوثی ها واقعا از ایران دور بودن اونطور که مقامات ایرانی میگن، پس چرا این همه سر صدا میکنن مقامات ایرانی؟ چرا این همه در واقع آقای دکتر عذر میخوام صحبتتون قطع میکنم. بسیاری از تحلیلگران نسبت به تشدید جنگ مذهبی در منطقه و با تولید شرایطی مثل جنگ داخلی سوریه و دیگر در دیگر کشورهای خاورمیانه هشدار میدن. این هشدار چقدر جدیه؟ واقعا جنگ شیعه و سنیه؟ این هشدار خیلی جدیه و جمهوری ولی فقیه جهان اسلام رو به جنگ شیعه و سنی تبدیل کرد. در حال حاضر ایران در تمام مناطق پروژه های اولا برای شیعه سازی داره. در ضمن در میان داخل شیعیان شیعیانی رو پرورش میده که به ولی فقیه وفادارن و از اون دستور میگیرن و از اون حقوق میگیرن و بنابراین در اختیار اونها هم اسلحه قرار میده و این جنگ ها را به این شکل در آورده. و جالبه بدونید که اگر مثلا در سال 2006 که حزب الله با اسرائیل درگیر شد و جهان اسلام بلافاصله ازش حمایت کرد و با یک کلمه و با یک بیان واحد از حسن نصرالله حمایت کردن، الان بعد از جنگ سوریه و بعد از کشتاری که نسبت به ملت سوریه مطرح شده و دخالت های ایران در عراق و یمن و جاهای دیگه، نه ولی فقیه ایران جایگاهی در جهان اسلام داره و نه حسن نصرالله. و این جنگ مذهبی در واقع به ضرر خود علی خامنه ای، ولی فقیه و جمهوری اسلامی تموم میشه، چون که الان افکار عمومی جهان اسلام به شدت بر ضد ولی فقیه و مسائل مربوط به اونه و اون را مسئول جنگ هایی است که در جهان اسلام داره اتفاق میفته، مسئول تمام کشتارهایی میدانن که در سوریه داره مطرح میشه، در جاهای دیگه داره مطرح میشه و همه قانع شدن که ولی فقیه سیاستی نداره جز اینکه بیاد شیعیان رو تقویت کنم، اون هم شیعیانی که به خودش وفا دارن. اون شعارهایی که در مورد وحدت اسلامی و نمیدونم جهان متحد اسلامی که ولی فقیه مطرح میکنه الان هیچ جایگاهی در جهان اسلام نداره، همه فرو ریخته و هیچ ارزشی نداره. بحث دیگه‌ای که مطرح است در این زمینه اینی که آمریکا با هدف تامین امنیت حمل و نقل دریایی چند ناو رو به خلیج عدن فرستاده. وزارت دفاع آمریکا هم تاکید کرده هدف از اعزام این ناوها مقابله با کشتی‌های جنگی ایران نیست، اما همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که اعزام اونها در پی گزارش‌هایی است که از حرکت حدود 8 کشتی ایران به سوی یمن حکایت دارند. برخی تحلیلگران معتقد هستند که واشنگتن قصد داره به جمهوری اسلامی پیامی روشن بده. اگر این فرضیه رو بپذیریم این پیام چه میتونه باشه؟ ببینید، اولا که خود آقای اوباما صریحا گفت که ما به ایران هشدار دادیم. مسئله دوم این که ایران رو به عنوان عامل منفی در یمن میدونن و نه عامل مثبت. بنابراین بایستی دخالت‌های ایران جلوش گرفته بشه. سوم این که منطقه که ایران وارد شده منطقه ای است که بخشی از منافع آمریکا و کشورهای اروپاییه. مثلا هم آمریکا در این منطقه پایگاه داره، هم فرانسه پایگاه داره، حتی اسرائیل هم در این منطقه پایگاه داره چون که بندر ایلات اسرائیل از باب المندب میگذره.
بنابراین این جایی است که منافع تمام این کشورها وجود داره و ایران نمیتونه این منافع رو به هم بزنه. مسئله دومی که منطقه خیلی حساسه، تمام کشورها دارن تلاش میکنن که امنیت در این منطقه ایجاد بشه، از اون طرف سازمان القاعده در یمن وجود داره و بنابراین ایران با آشوب زدن و شلوغ کردن یمن به شکلی که هست و حرکت کردن به حرکت در آوردن حوثی ها به شکلی که دیدیم، در واقع امنیت این منطقه رو داره از بین میبره و موجب در واقع به هم خوردن تعادل امنیتی در منطقه و به هم زدن منافع این کشورها میشه. طبیعیه که این کشورها از منافع خودشون دفاع خواهند کرد، بخصوص آمریکا هم در مورد منافع خودش هیچ شوخی با هیچ کس نداره و در صورت لزوم در برابر ایستان در برابر ایران در این منطقه خواهد ایستاد. حوثی های یمن اعلام کردند که آماده انجام مذاکرات مشروط زیر نظر سازمان ملل هستند. ریاض هنوز به این درخواست پاسخ روشنی نداده. با این حال گزارش هایی در دست است که نشان می دهد دیپلمات های سعودی سعی می کنند که با حوثی ها به نوعی به توافق برسند. تحلیل شما در این زمینه چیست؟ ببینید، گفتگو با حوثی ها از یک سال پیش مطرح بود، الان مطرح نیست و طرح خلیجی معروف که کشورهای ششگانه شورای همکاری خلیج فارس این طرح مطرح کردن از سال 2011 مطرح بوده که بایستی با تمام گروه های سیاسی با هم دیگه گفتگو کنن. گفتگو با حوثی ها چیز جدیدی نیست که مطرح شده. این حوثی ها بودن که کودتا کردن علیه تمام خواسته های ملت یمن، کودتا کردن علیه انقلاب یمن و با دیکتاتور یمن همصدا شدن و همپیمان شدن و تمام در واقع اراده سازمان ملل، تمام تلاش آقای جمال بن عمر برای ایجاد گفتگو بوده. عربستان هیچ مخالفتی با این گفتگو نداشته، حتی وقتی که مطرح شد که بایستی گفتگو در ریاض انجام بشه و حوثی ها قبول نکردن، قرار شد که گفتگوها در دوحه به دوحه منتقل بشه، بازم عربستانی ها قبول کردن. بنابراین عربستانی ها مشکلی با گفتگو ندارن، این حوثی ها هستن که با گفتگو مشکل دارن، چون که اینا فکر میکنن اسلحه در دست اونهاست و میتونن از طریق اسلحه خواست خودشون رو بر ملت یمن تحمیل کنن. و دقیقاً پرسش من هم همین هست، بحث تضاد منافع است. تقریبا تمام بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم صدا هستند که بحران یمن راه حل سیاسی داره. حوثی‌ها گفتن که حاضرن مذاکره کنن اگر عربستان حملات خودش رو به طور کامل متوقف کنه و عربستان هم اعلام کرده هر وقت لازم بداند عملیات نظامی رو از سر میگیره. با این تضاد عمیق چقدر افق برای حل بحران یمن از طریق راه‌های دیپلماتیک و سیاسی روشن هست؟ دو روز پیش عربستان در ساعت 12 شب به وقت محلی تمام عملیات را متوقف کرد. حوثی‌ها چه کار کردن؟ آیا آمدن مذاکره کنن؟ حوثی‌ها از سه محور به عدن حمله کردن، با توپ و تانک خودشون مناطق مسکونی را بمباران کردن، خورمکسر را در واقع خونه های مردم در خورمکسر را با خاک یکسان کردن. بنابراین حوثی‌ها کاملا دارن دروغ میگن. اونها در واقع شعار مذاکره رو میدن، شعار مسالمت آمیز بودن نیت خودشون رو مطرح میکنن، اما در عمل کارهای برعکس دارن انجام میدن. اونها واقعا اگه وارد گفتگو بشن همه از اونها استقبال میکنن، تمام گروه های سیاسی از اونها استقبال میکنن، نه اینکه هر کسی موافق گفتگو شد میرن اونو میگیرن زندان میکنن. مثلا جماعت اخوان المسلمین نه فقط یا همون حزب اصلاح یمن نه فقط رفتن دستگیرشون کردن، بلکه خونه هاشون رو با خاک یکسان کردن. شما ببینین یک حزب سیاسی که متمایل با گفتگو شده بود و میخواد به فرایند سیاسی وفادار باشه و دیگران رو دعوت به راه حل سیاسی میکنه، آقایون حوثی در شهر صنعا رفتن اعضای این حزب رو گرفتن، دستگیر کردن و خونه هاشون رو با خاک یکسان کردن. این رفتارها و کارهایی که حوثی ها دارن انجام میدن، البته ما در ایران اینو عجیب نمیدونیم، چون که رفتار ولی فقیه، رفتار سپاه و بسیج با مردم ایران را کاملا میشناسیم. به هیچ کس حق حرف زدن نمیدن، اگر روزنامه یه جمله برخلاف اونها بگه سریع میبندنش، روزنامه‌نگاران رو زندانی میکنن. همین مدل ولایت فقیهی رو
حوثی‌ها در یمن دارن اجرا میکنن. آقای دکتر، در یک دقیقه اگر لطف کنید پاسخ منو بدین، چشمانداز صلح رو در بحران یمن چگونه میبینید شما؟ فرایند سیاسی باز، تمام متغیرها و اهرم‌ها به سوی اونه. ائتلاف عربستان و عملیاتی که انجام میده ضمانتی برای این فرایند سیاسیه و در نهایت حوثی‌ها مجبور میشن که اونو بپذیرن، زیرا به تدریج ضعیف و ضعیف‌تر خواهند. بسیار سپاسگزارم از شرکت شما در برنامه. دکتر حسن هاشمیان، کارشناس مسائل عرب، که از استانبول ترکیه با ما همراه بودند. از شما بینندگان گرامی هم بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه‌های ما را می توانید در وبسایت ما به آدرس iranfardalive.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/iranfardatvnetwork با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم. تا درود دیگر، بدرود. Thank you.